سلام گفتگوی کوتاهی رو با آقای آرش علایی کارشناس بین المللی ایدز امروز داریم در رابطه با این بیماری و راه پیشگیریش و درمانش و صحبت هایی که با توجه به اتفاقات روستای چنار محمودی افتاده با هم دیگه مرور میکنیم خیلی ممنون آقای آرش علایی که تشریف آوردین اینجا وقتتون رو به اختصاص دادین برای این قضیه ما امروز در واقع با توجه به اتفاقاتی که در روستای چنار محمودی افتاده و صحبت که مردم این منطقه کردن و روایت های گوناگون و متفاوتی که از این منطقه داشتیم صحبت میکنیم و سعی میکنیم که به مردم بیشتر اطلاعات بدیم که چه چیزهایی در این مورد درست هست و چه چیزهایی غلط هست اتفاقاتی که در این منطقه افتاده و صحبتهایی که مردم این منطقه میکنن سوالهای خیلی زیادی رو به خصوص در مورد سرایت ویروس HIV از طریق سرنگ آلوده مطرح کرده این نگرانی در مردم این منطقه وجود داره چه کسانی که مبتلا شدن چه از اطرافیان اونا خانواده و که اطرافیان که ممکن نگران باشه که اونها هم مبتلا باشن سعی میکنیم با سوال که مردم برای ما فرستادن و صحبت هایی که در این زمینه شده اینو بیشتر روشن بکنیم من میخواستم برای شروع ازتون بپرسم که اصلا بر اساس چیزی که شما میدونین و از نظر علمی مردم این منطقه آیا الان مبتلا به اچ آی هستن یا مبتلا به ایدز هستن اصلا اساسا تفاوت این دوتا چی هست عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم و تشکر فروان از اینکه من به من وقت دادین دعوت کردین و به این موضوع میپردازین ببینید ورود ویروس نقص ایمنی انسانی به بدن و جواب آزمایشی که نشان دهنده این ورود باشه به اون میگن که فرد مبتلا شد به اچ وقتی که این ویروس وارد بدن میشه شروع میکنه با سیستم ایمنی بدن به تقابل و از بین بردن سیستم ایمنی بدن منتها نه همه سیستم ایمنی بدن قسمتی از سیستم ایمنی بدن که خصوصا سیستمی که در اون ملکول با نام CD4 وجود داره از دسته گلوبول های سفید بیشتر اون تخریب میشه و وقتی که این سیستم ایمنی در کل پایین میاد فرد بدنش آماده میشه برای بیماری های دیگری رو بگیره مبتلا بشه به بیماری هایی که در اصطلاح به اون بیماری های فرصت طلب میگن یا سرطان ها یا بیماری سل و فوت فرد به خاطر بیماری های است یعنی خود ویروس HIV یا ویروس نقص ایمنی بدن خودش مستقیما باعث فرد فرد نمیشه بیماری های دیگه است که به خاطر نقص ایمنی باعث فوت میشن حالا اون مرحله ای که تعداد اون سلول های سفید با مارکر با نشانه با مولکول سی دی از یک سطحی پایین تر میاد که استعداد فرد به بیماری های دیگه ابتلاشه بیشتر میشه میگن فاز ایدز در روستای چنار محمودی نیاز هست که به آزمایش های تکمیلی برای اینکه فرد تشخیص بشه که در فاز ایدز وارد شده یا نه منتها در حال حاضر و سالهای ساله که داروهای جدید آمده و تخصص و تجربه متخصصین بالاتر رفته ما اصلا نمیخوایم فرد وارد فاز ایدز یا فاز انتهایی بشه به این خاطر در پروتکل‌های های قدیم شروع درمان را مرحله ای پیش از ورود به فاز ایدز که نزدیک بود به اون فاز دارو رو شروع میکردن در حال حاضر اصلا به اون وابسته نیست هر زمان که فرد تشخیص میشه با هر تعداد از سطح ایمنی سلول ایمنی و سیدی فور باید بلا فاصله درمان رو بگیره حالا الان به ش... مرحله درمان اشاره کردین آقای دکتر الان مبتلایان به این ویروس و کسانی که مبتلا شدن در این منطقه برای درمان باید چه کار بکنن چه امکاناتی باید در اختیارشون قرار بگیره و اصلا امکانات درمانی بیماری ایدز در ایران از چه کیفیتی برخورداره ببینید در ایران داروهایی که بتونه درمان بکنه بیماری HIV ایدز رو وجود داره من من اینجا باید یکم توضیح بدم به بینندگان عزیز که ما در واژه درمان باید کمی دقت کنیم برای بعضی از بیماری ها درمان یعنی ریشکن کردن اون بیماری از بین بردن اون بیماری برای بعضی از بیماری ها درمان برای کنترل کردن اون بیماریه. یعنی مثلا کسی که یک عفونت گلو درد میگیره یا سرماخوردگی میگیره درمان برای اون اون میکروب یا عامل رو از بین میبره ولی برای کسی که فشار خون داره یا قند خون داره درمان باعث میشه که بیماری اود نکنه کنترل بشه و به یک بیماری مزمن تبدیل بشه بیماری ایدز داروهایی که در حال حاضر در دسترس هست درمانش به صورتیه که فرد وارد اون اون مرحله نهایی یا فاز ایدز نمیشه کیفیت زندگیش مثل سایر افرادیه که حتی بیمار نشدن طول عمر مفید خواهد داشت و تمام اون بیماری های فرصت طلبی که من عرض کردم که باعث فوت فرد میشه باعث نمیشه که وارد بدن فرد بشه و بیمار میتونه کیفیت عمر زندگی و طول عمر خوب داشته باشه پس منظور ما از درمان اینه و آیا داروهایی که باعث این کار یا این درمان بشه در ایران وجود داره وجود داره سالهای سال وجود داره و به صورت کاملا رایگان در دسترس مردم هست و با کیفیتی که با توجه به شرایط ایران مختزی است یکی از هایی که ممکن وجود داشته باشه های دکتر الان به وجود داروهای در ایران داری این اشاره میکنه آی این داروها و فراوانی این داروها در دسترس بودن این داروها آیا تحت تاثیر تحریم ها میتونه قرار بگیره قرار گرفته شرایط چجوری الان مردم از این بابت نگرانی داشته باشن یا نه نگران نباشن ببینید مردم نباید نگران باشن از این موضوع چون داروهایی که در زمینه بیماری ایدز کنترل بیماری ایدز وجود داره توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل دفتر سازمان ملل دفتر توسعه سازمان ملل و با حمایت بلا عوض مالی صندوق جهانی تعیین میشه و تهیه میشه پس این وارد این سانکشن یا تحریم های اقتصادی تحریم های بانکی نمیشه مونتا از یک طرف دیگه باید مسئولین توجه داشته باشن چون در چند هفته پیش حدود دو ماه پیش داشتیم که در بعضی جاها داروهایی که تاریخ مصرف گذشته بود داده بودن دوچار اون مشکل نشن یعنی بیماران عزیز بدانن اون داروهایی که در دستشان قرار میگیره کیفیت داره فقط تاریخ مصرفش نگاه کنن که خدای نکرده مشکل حالا آیا این داروها ممکن عوارضی داشته باشه که زندگی عادی اه، اه، کسی که داره درمان میشه رو تحت تاثیر قرار بده ببینید بسیار سوال جالبی فرمودید شما که چه سودی میبره فرد ببینید هر داروی شیمیایی هر داروی این فقط مختص بیماری ایز نیست هر داروی شیمیایی یک سری عوارض دارد ولی در طب در پزشکی ما هزینه فایده و عوارض و سودی که بیمار میبره رو نگاه میکنیم سودی که بیماران عزیز از مصرف دارو میبرند بسیار بسیار بیشتر از عوارضی است که بیمارها در مورد این داروها به دست میارند. و دو مرتبه من میخوام تاکید کنم این فقط وابسته به بیماری ایزیست تمام داروهایی که میخوریم تمام داروهایی که مصرف احتمال عوارض دارند. ولی بینندگان عزیز باید بدانند که شاید مثلا یک سری عوارض پوستی بگیرن نگران نباشند بعضی از داروها اولی یه واکنش های پوستی میده بعد خوب میشه نوع دارو آیا یک دارو داریم؟ نه ما چندین دارو داریم شاید یک داروی اولیه به یک بیمار نسازه پزشکش اون دارو رو عوض کنه با داروی دوم پس ما داروهای متنوعی داریم شاید بعضیاش عوارض بده ولی سودش به خاطر اینکه به سرعت با توجه به پیشرفت علم الان داروها وضعشان با 20 سال پیش خیلی فرق داره داروها به طوری اثر میکنه در بدن که حتی ویروس قابل شناسایی در دستگاه های آزمایشگاهی نیست به این خاطر من توصیه اکید دارم تمام دوستان و عزیزانی که مبتلا به بیماری اچ آی در ایران هستند حتما مراجعه کنند و تحت درمان قرار بگیرن توی ویدیوهایی که از منطقه چنار محمودی منتشر شده بود این چند روز گذشته مواردی مطرح شد از از طرف مردم اون منطقه که مثلا میگفتن که ما هم چند وقت پیش آزمایش دادیم و جواب منفی بوده ولی الان دوباره که آزمایش دادیم جواب مثبت بوده و تو این فاصله کم ما دو شدیم مبتلا شدیم یا مثلا مادرانی که میگفتن که من خودم مبتلا نیستم اما ب... ب... آزمایش بچه هم مثبته آیا امکان داره یا همچین چیزی امکان داره و چقدر طول میکشه تا نشون داده بشه توی آزمایش کسی که مبتلا هست به ویروس اچ آی سپاسگزارم از مطرح کردن این موضوع ما باید ببینیم که مخاطب الان در بینندگان ما در از چند قش خواهند بود از افراد متخصص و افرادی که شاید در زمینه پزشکی یا بیماری ایت تخصص لازم رو نداشته باشند به این خاطر من از دو منظر به سوال شما جواب میدم از لحاظ تخصصی چه نوع روش های آزمایشگاهی داریم که و با چه زمانی بعد از ورود ویروس در بدن تشخیص میتونه بده از موقعی که ویروس وارد بدن میشود نسبت به نوع آزمایش من تأکید میکنم نسبت به نوع آزمایش این زمان متفاوته این زمان میتواند از دو هفته بعد از ورود ویروس باشد تا شیش ماه بعد از ورود ویروس این بستگی به نوع آزمایش داره منظور من چیه بعضی از روش‌های آزمایشگاهی خود ویروس رو میره می‌بینه پس این سریع‌تر میتونه تشخیص بده بعضی نشانه‌های ویروس را می‌بیند این یک کمی دورتر بعضی ها پاسخ ایمنی بدن نسبت به ویروس را میبینن این دیرتر بعضی روش های آزمایشگاهی در آزمایشگاه با دستگاه های پیشرفته انجام میشه این سریعتر انجام میده بعضی وقتا ما کیت هایی داریم که به طور فوری یا رپید تیست تست انجام میشه اینا دیرتر انجام میشه پس نسبت به نوع آزمایش و روش های آزمایش میتواند از دو تا چهار هفته بعد از ورود ویروس تا شیش ماه طول بکشه خیلی خلاصه برسیم به این قسمت که غیر از کسانی که مبتلا شدن در این منطقه اطرافیان و خانوادهشون کسانی که در اون منطقه دارن با اینها زندگی میکنن اونها چه کار باید بکنن شما چه توصیه برای اونها دارید رفتارشون با کسانی که مبتلا شدن چگونه باید باشه و چه نگرانی های بیمورد هست توی این شرایط ببینید خوشبختانه الان علم انقدر پیشرفت کرده که راه های انتقال بیماری کاملا شناخته شده است و تاثیر درمان بسیار خوبه بسیار درمان موفقه پس به این خاطر چه افرادی که مبتلا هستند نگران نباشند وقتی که دارو میگیرند کیفیت زندگی طول عمر بسیار مفیده مثل سا... سایر افراد جامعه چه کسانی که در کنار افراد مبتلا هستند چه اعضای و خانواده همسایه ها کسانی که داد و ستد میکنن اونها هم نگران نباشن دقیقا به داد و ستد اشاره کردن یه موردی داشتیم که میگفتن محصولات ما رو دیگه نمیخرن مثلا گوجه و خیار ما رو دیگه نمیخرن با این... این... باورهای غلطه ما راه های انتقال رو میدانیم راه انتقال فردی که بیمار شده یعنی ویروس وارد بدن شده و رابطه جنسی بدون کاندوم داره بدون راه های پیشگیری داره میتونه به فرد دیگه انتقال بده فردی که ویروس وارد بدنش شده خونش رو به کس دیگه بده یا سوزنی که از سطح بدنش رد بشه حالا وارد رگ بشه یا تتو کردن یا تیقهای سلمانی به هر صورتی که از سطح پوست رد بشه و اون رو به اشتراک بذاره با فرد دیگه و مادر مبتلایی که حامله هست در زمان حاملگی و بعد از حاملگی از شیرش میتونه به فرد دیگه انتقال بده دیگه در داد ستد مثلا اگر یک کشاورزی میوه ای میکاره و خودش بیمار مبتلا به اچ آی هیچ مشکلی نداره بریم میوه او رو بخریم با او دست بدیم یه چایم باش بخوریم در آغوش بگیریم روبوسی کنیم روبوسی کردن بیماری رو منتقل نمیکنه در آغوش کشیدن بیماری رو منتقل نمیکنه استفاده از حمام مشترک توالت مشترک استخر مشترک مکان مشترک در... من دیدم در یکی از برنامه‌ها که نشان میداد که یک کودک مبتلا شده و هم کلاسیاش گفتن نره سر کودک خب اصلا نگران نباشن خانواده دیگه فرد کودکی که مبتلا هست میتونه سر اون کلاس باشه با هم مماشات کنن کار کنن بازی کنن هیچ نگرانی نیست بله من در جایی میخوندم که بهترین محل درمان برای کسی که مبتلا هست خانواده هست و کسانی که در اطرافیانی که دوستش دارن حالا آقای دکتر علای اگر اجازه بدیم ما از منطقه چنار محمودی خارج بشیم و یکم بحث رو به صورت کشوری ببینیم وضعیت آماری ایدز در ایران الان چجوریه چه, شرایطی داره ببینید طبق تخمین و عددهایی که رسما وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده و سازمان بهداشت جهانی تخمین زده میشه در ایران حدود 80000 هزار نفر با یک تخمین و با تخمین دیگه حدود 100 هزار نفر یعنی عددی که وزارت بهداشت میگه حدود 80 هزار تخمین هایی که مراجع دیگه میگن حدود 100 هزار پس یک چیزی بین 80 تا 100 هزار نفر مبتلا به بیماری اچ آی وی هستند و در ایران زندگی میکنند از بین اینها حدود 30 هزار نفر تشخیص شدن ولی این تخمین کسانی رو داره نشان میده که با ویروس زندگی میکنند پس اگر ما تعداد فوت از اون سی هزار تا کم بکنیم حدود 15 تا 20 هزار نفر در ایران 24 20 عدداش مختلف اومده زندگی میکنن پس ما حدود 20 درصد نهایتا 30 درصد افرادی که در ایران با ویروس اچ زندگی میکنن از وضعیت خودشان باخبرند حدود 60 تا 70 درصدشون نمیدارن پس 30 تا 40 درصد من تصدیق کنم 30 تا 40 درصد میدارن بیمار شدن و وضعیت خودشون خبر دارن 60 درصد تا 70 درصد نمیدارن پس امروز اگر در قسمتی از منطقه لردگان روستای چناران با توجه به آمارهایی که گفتند حدود 60 نفر گفتن مبتلا شناسایی شده احتمال داره در فردا روزی در یک شهر دیگه دو هزار نفر شناسایی بشه و این نشان دهنده اینه که باید وزارت بهداشت دانشگاه ها،, ها متخصصین و عموم مردم معلم ها بیشتر آموزش بدن به مردم که مردم بیان برای تست کردن همینجا ببخشید سوالتون همینجا خیلی خلاصه بپردازیم به همین قضیه که وظیفه نهادهای مسئول وزارتخانه های مسئول و مردم به تفکیک چیه چه کار باید بکنن که این روند پیشگیری و تشخیص به موقع زودتر انجام بشه ببین نهادهای مسئول باید بیان از علمی که موجود متخصصینی که موجود هستن در اون کشور استفاده کنند آموزش بهداشت همگانی باید بیاد در سطح مدارس در سطح دانشگاه ها و در سطح خانواده ها از طریق رسانه عمومی یعنی رادیو تلویزیون ما باید بیاد بپردازه به موضوع بیماری ایدز تابوها رو بشکنه چون بعضی مواقع هست آگاهی نسبت به بیماری هست ولی به خاطر تابو فرد جرأت نمیکنه بره تست بده میدانه یک بیماری هست قابل تشخیص و حتی قابل درمانه ولی به خاطر اینکه انگ اجتماعی نخوره به اون نگاه بد نکنن تهمت بهش نزنن نمیره تست بده به خاطر این رسانه ها فقط نباید بیان بگن راه انتقال بیماری چیه باید بیان تابوهای اجتماعی رو بشکنن که مردم با آرامش خاطر بیان تست بدن بهترین کارش اینه تمام رسانه های عمومی بپردازن به این موضوع در مدرسه ها در دانشگاه ها دروسی مرتبط با بیماری ایز باشه که مردم هم باید خود مردم هم بیان مردم عزیز باید بدانند که اگر این ویروس در بدنشان هست هر چی دیرتر شناسایی بشه آسیب بیشتری به بدنش میزنه فرد هر چی زودتر شناسایی بشه با توجه به پیشرفت علم در دسترس بودن دارو دارو سریعتر تعداد ویروس ها رو کم میکنه و فرد میگم که حتی در خونش تعداد ویروس قابل تشخیص نیست پس خود مردم باید خودشان هم حرکت کنن بیان تست بدن تست ها باید به صورت محرمانه باشه از لحاظ فرد یعنی به فرد نمیان اسمش آدرسش در رادیو تلویزیون یا در رسانه ها یا در آزمایشگاه بگن ولی بیماری ایدز بیماری محرمانه نیست باید مسئولین آشکارا به مردم بگن بیشتر راه های انتقال ما میبینیم الان در سطح کشور شیفت پیدا کرده انتقال پیدا کرده به راه جنسی پس باید مرد دولت یا وزارت بهداشت باید بیاد اینا رو به مردم بگه انگ اجتماعی بالاست به خاطر تهمت ها باید دولت اینه بیاد بگه نه محرمانه بگیره ولی از لحاظ پزشک و بیمار این موضوع کاملا در حریم خصوصی انجام میشه آی دکتر خیلی خلاصه اگر میشه بفرمایید که بزرگترین چالشی که مبتلایان به ایدز در ایران باش رو هستن چی هست؟ در حد یک دقیقه شاید کرد ببینید مهمترین مشکلی که وجود داره قضاوت دیگرانه یعنی کسی که با HIV در ایران زندگی میکنه این هیچ گناهکار نبوده هیچ خلافی مرتکب نبوده از هر راهی بیمار شده از هر راهی این فرد به خاطر ناآگاهی مبتلا به بیماری شده و مسئول اون ناآگاهی سیستم سلامتیه پس ما نباید راجع به افراد قضاوت کنیم هر فردی هر رابطه‌ای داره رابطه شخصی اوست به ما ربطی نداره و او را پذیرا باشیم خیلی ممنونم آقای دکتر آرش علایی کارشناس بین‌المللی ایدز با ما اینجا خیلی لطف کردید سپاسگزارم از شما که مرا داشتید